با سلام خدمت همه همراهان همیشگی همراه مکانیک، تو این ویدیو رفتیم سراغ بررسی معایب کرولا، سدان خوشفروش و موفق شرکت تویوتا. لطفاً تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید. اگه به لیست پرفروشترین خودروهای جهان تو سالهای گذشته نگاه کنیم، نام تویوتا کرولا پای ثابت بسیاری از اون هسته. این خودرو از سال 1966 تا امروز روی خط تولید این شرکت ژاپنیه و همچنان هم نسل جدیدش به بازار عرضه میشه. سال 2018 هم نسل 12 و در واقع آخرین نسل کرولا به بازار جهانی معرفی شد که در مقایسه با نمونه‌های پیشین طراحی مدرن‌تر و تجهیزات متنوع‌تری داره. کرولا تو بازار ایران در مدل‌های 1990 تا 2016 موجوده. ما تو این ویدیو نسل 11 کرولا موسوم به i170 رو بررسی کردیم که مدل سال 2013. این خودرو از سال 2014 و تو دو تیپ XLi و GLi به بازار ایران اومد و تا سال 2016 در دسترس خریداران ایرانی بود. تویوتا کرولا به عنوان یکی از پرفروشترین سدان‌های جهان در کنار تمامی مزایا و توانایی‌های چشمگیرش، معایبی هم داره که در ادامه بیشتر باهاشون آشنا میشیم. عیب اول کرولا عملکرد فنی ضعیف‌ترش نسبت به رقیباشه. تویوتا کرولا نسل 11 با یه پیشرانه 2 لیتری 4 سیلند وارد بازار خودروی کشور شده. این پیشرانه توان تولید 143 اسب بخار قدرت تو 6200 دور در دقیقه و 187 نیوتن متر گشتاور تو 3600 دور در دقیقه رو داره که نیرو رو از طریق یه گیربکس 4 دنده اتوماتیک به چرخهای جلو منتقل میکنه. شتاب کرولا 11 ثانیه و مصرف ترکیبیش 7.7 لیتر توی هر 100 کیلومتر که برای یه سدان خانوادگی مصرف مناسبیه. یکی از معایب تویوتا کرولا در مقایسه با همرده‌هاش چالاکی نسبتاً ضعیفش نسبت به رقیباش مثل مزدا 3 نیو هست. پیشرانه مزدا 3 نیو 147 اسب بخار قدرت و 187 نیوتن متر گشتاور تولید میکنه و شتابش 10 ثانیه است. عیب بعدی این خودرو آپشن ها و امکانات رفاهی کمترش در مقایسه با رقیباشه. تویوتا کرولا i170 با دو تیپ XLi و GLi تو بازار ایران حاضره که تیپ GLi نمونه فول این خودرو هست و در مقایسه با تیپ XLi امکانات بیشتری داره. کرولا تو بازارهای جهانی خودرو اقتصادیه که منطقاً هم کم آپشنه، اما تو بازار کشور ما اقتصادی نیست و خریداران انتظار آپشن های بروزتری رو از این سدان ژاپنی دارن. از جمله آپشن ها و امکانات رفاهی این خودرو میتونیم به کروز کنترل، سنسورهای جلو و عقب، مانیتور 7 اینچی به همراه 6 بلندگو، سیستم ورود بدون کلید و آینه های جانبی برقی اشاره کنیم. در مقایسه آپشن ها و امکانات رفاهی تویوتا کرولا با رقبا، باز هم کفه ترازو به نفع خودروهایی مثل مزدا 3، هیوندا النترا 2014 یا کیا سراتو وارداتی سنگینی میکنه. بنابراین تویوتا کرولا تو این زمینه هم مغلوب رقیباشه. مورد سوم کرولا بازار خرید و فروش ضعیفترش نسبت به بقیه است. کرولا با اینکه در جهان خودروی پرفروشیه و تو ایران هم علاقه‌مندان بسیاری داره، در مقایسه با سایر خودروهای همرادش بازار خرید و فروش ضعیف‌تری داره و علتش آپشن‌های کمتر و پیشرانه کمتوان این خودرو هست که خریداران جوانتر رو که به دنبال خودروهای اسپورت و پرشتاب هستند به سمت محصولاتی مثل مزدا 3 نیو سوق میده. برای جنبندی در مورد معایب تویوتا کرولا باید بگیم که تویوتا کرولا در اصل یک خودروی اقتصادیه، اما شرایط حاکم بر بازار خودروی کشور و افزایش افسار گسیخته قیمت ها باعث شده خرید این خودروی اقتصادی فقط برای اقشار ثروتمند ممکن باشه. در مجموع اگه قابلیت های اسپورت یا آپشن های بروز براتون اولویت نداره و به دنبال یک سدان خانوادگی جادار، ایمن و با کیفیتین، تویوتا کرولا بهترین گزینه موجود تو بازار ایرانه. اگر هم تو این بازه قیمتی به دنبال خودروی پرشتاب با امکانات متنوع و بازار دست دوم پر رونقین، میتونین به سراغ مزدا 3 نیو یا هیوندا النترا 2014 برید. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین. سوالات و نظرات خودتون رو در مورد تویوتا کرولا برامون کامنت کنید.